یعنی ما مکاتب فکری دیگر اسلامی را که در چوکات مذهب ابو حنیفه یا مذهب حنفی به وجود آمدن ما تکاملش را میبینیم که چگونه صورت گرفته و طوری که دیده میشه این مکاتب فکری توسط شخصیت هایی که از آسیای میانه رفتن یا بروز کردن و همچنین خود ابو حنیفه که پدرش از کابل رفته بود در جامعه اسلامی معرفی میشه. افغان ها از همان زمان تا امروز همچنان راه ابو حنیفه را در فقه اسلامی دنبال کردن و با پیروی از تعالیم امام ماتریدی سمرقندی نوع سیستم فکری معتزله معتدل را اتخاذ کردن که نوع ترکیب عقل و وحی بود و به هر کدام اندازه مناسب از او احترام میکرد. در الهیات حنفی و به خصوص فقه اسلامی حنفی مروج در افغانستان معارف بشری و جستجوی حقیقت از طریق کلام، فلسفه، تصوف و منطق مقامهای بسیار ارزنده خود دارد. تاریخ افغانستان و تاریخ اسلامی قبل از ایجاد افغانستان مملو است از اسم دانشمندا، علما، متکلمین، متصوفین و فلاسفه بزرگ اسلامی، صوفی های معروف که آثار گرانبهای به بشریت از خود به یادگار گذاشته. ما کسایی را که معروف را که مثلا صوفی های بزرگ مانند مولانا جلال الدین بلخی، عطار، نیشاپوری و غیره از خود به یادگار گذاشتن در جمله سرمایه های بشریت نه تنها بر جامعه اسلامی بلکه تمام بشر محسوب میشه. آثار این دو شخصیت به خصوص با اکثریت زبان های مختلف جهان ترجمه شده و مورد استفاده علما، فلاسفه و دانشمندان این کشور و در جامعه در کل جامعه مورد استفاده و تعلیم قرار گرفته.